سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این لحظه به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. در همین آغاز از شما پوزش میخوام. جمشید چالنگی هستم با پوزش از تأخیر در آغاز برنامه. به طور زنده برنامه ما رو میبینید از لندن. همچون شماره های پیشین تفسیر خبر در این شماره نیز میپردازیم به مهمترین خبرهای ایران و مربوط به ایران. آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که شکایت از ایران را به سازمان ملل متحد میبرد. شکایت درباره برنامه اتمی ایران، خطری که از به گفته نخست وزیر اسرائیل منطقه و امنیت جهان را تهدید میکند. آن سوتر پیامدهای مکالمه تلفنی آقای حسن روحانی و پرزیدنت اوباما همچنان در عرصه داخلی جمهوری اسلامی مورد بحث و واکنش قرار دارد. آقای مجید بکایی از فرماندهان سپاه پاسداران و جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات با آمریکا یک بازی سیاسی است. یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی نیز میگوید آغوش باز آمریکا بوی سیلی میدهد. آقای جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران میگوید مذاکره یا تماس تلفنی، گفتگوی تلفنی با پرزیدنت اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک اشتباه تاکتیکی بود. و در این میان آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز میگوید امیدوار است ظرف 3 تا 6 ماه بتواند واشنگتن به نتیجه شفاف، روشن و عملی درباره پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برسد و همزمان گامی اساسی در راه بهبود روابط دو کشور برداشته شود. همزمان با آنچه که در عرصه روابط جمهوری اسلامی و جامعه غرب بر محور برنامه اتمی ایران می‌گذرد، گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی ایران همچنان رو به بدی بیشتری دارد، رو به وخامت بیشتری دارد. با من و شما هستن در استودیو آقای ناصر محمدی روزنامه‌نگار و در واشنگتن آقای اردوان روزبه مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی عزیز، به اتفاق بینندگان به شما خوش آمد میگیم. از ادب دارم جناب شلنگی و درود خدمت شما جناب آقای روزبه و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانی که در ایران برنامه رو تعقیب میکنن. آقای محمدی عزیز، واکنش ها خیلی سریع است علی‌رغم توصیه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که نظامیان، سپاه پاسداران در سیاست دخالت نکنن، اما ظاهرا این توصیه شنیده نشد یا نشنیده گرفته شد. آقای از آقای بوکایی گرفته تا آقای محمدعلی جعفری، همه و همه واکنش نشون دادن و همسو که آقا مذاکرات با آمریکا همچین لازم نبود، دفع شر است. حتی یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی گفته که آغوش باز آمریکا بوی سیلی میدهد. سیلی راستی چه بویی داره؟ ولی به هر حال همه اینا رو چطور ارزیابی میکنین؟ دو خط مختلف هست یا نه یک بازی تاکتیک؟ به هر حال مسئله این هستش که ببینید، جا انداختن این مسئله که ما با آمریکا بتوانیم صحبت بکنیم، یک چیز رو باید در نظر گرفت. این واقعا حاکی از تضعیف، یعنی ضعف نظام جمهوری اسلامی است. پرده پوشی هم نداره. این که حالا فریب آمریکا را نخوریم، گویا جوری صحبت میکنن که مثل این که آقای اوباما دنبالشون فرستاده و یکی از همین مقامات گفته استش که آقای اوباما همون جوری که درخواست دیدارش رو آقای روحانی رد کرد،
باید آقای روحانی درخواست مکالمه‌اش هم رد می‌کرد. حالا که اصلا مسئله این نبود و نیست که آقای اوباما درخواست دیدار داشته باشد با آقای روحانی یا درخواست مکالمه از سوی کی بوده. تازه اگر هم کرده باشه کار خیلی عجیب غریبی نیست، خیلی هم کار درستی از نظر سیاسی. منتها در داخل ایران ببینید جناب چلنگی، به هر حال دشمنی با آمریکا یک چیز جا افتاده ایه. آقای خامنه ای تا همین چند ماه پیش یا همین دو سه ماه پیش وقتی که ما سخنانشون رو گوش میکنیم میبینیم که میگوید آقا این خواب رو باید نمیدونم تعبیر نخواهد شد که فرض بکنید آمریکا با ایران رابطه ای پیدا بکند یا بخواهد نزدیک بشود. حالا هم واقعیت رو آقای اوباما در گفتگو با آقای نتانیاهو گفته است. آقای نتانیاهو سه روز بعد از اینکه آقای روحانی به اصطلاح اون صحبت مکالمه تلفنی رو انجام دادن در واشنگتن طبق مذاکراتی که داشتن، آقای اوباما بهشون گفته است که آقا ترکیبی از سیاست تهدید نظامی و تحریم اقتصادی کارساز شده است و جمهوری اسلامی ناگزیر شده عقب نشینی کنه. این واقعیتی است که نمیشود کتمانش کرد. ضمن اینکه آقای اوباما گفته است آقا گزینه نظامی هم همواره روی میز هست. آقای نتانیاهو هم صراحتاً خواسته، از اوباما خواسته که به هیچ وجه این گزینه رو نباید کنار بگذاری. این یک مسئله. یک مسئله دیگه هم وجود داره که به هر حال آمریکا گفته میشه که نزدیک شدنش به ایران در همین حوزه باعث نزدیک شدن کشورهای عرب میشه به اسرائیل به عنوان خطر مشترکی که حکومت ایران هست. بله. یعنی در همین حوزه یکی از مسائلی که میگن دست منتقدین اوباما در واشنگتن میگه. این روشه. آخه ببینید وقتی که صحبت از رابطه ایران با آمریکا میکنه، الان فعلا هنوز اصلا رابطه مطرح نیست. در مرحله اول، آنچه که در وهله اول باید مورد توجه قرار بگیره که هم روی اون اصرار دارن و این دکتر هم اجازه بدید در پرانتز عرض بکنم که مشکل جمهوری اسلامی فقط با ایالات متحده نیست، با بسیاری کشورها مشکل داره، اساسا با جامعه جهانی مشکل داره. حتی زمانی رو یادمونه که ایالات متحده دخالت هم نمی کرد ولی خود کشورهای اروپایی سختگیری هایی کردن و ده تحریم هایی رو برقرار کردن در همون موقع چند سال پیش، و حالا جوری عمل میکنن که گویا آمریکاست و جوری عمل میکنن که گویا الان دیگه رفتن و رفیق شدن و تمام این مشکلات حل شده. نه، تا به اون مرحله برسه سالها کار داره. اصلا خود مسئله اتمی باید اول حل بشه، مسئله هسته‌ای حل بشه تا برسند به این که اساسا میتوانند روابط دو جانبه رو ترمیم بکنند یا خیر. حل شدن مسئله هسته‌ای به این آسانی نیست. اتفاقا آقای اوباما در همون صحبت‌هایی که با نتانیاهو کرده، از همونجور که شما اشاره کردین، آقای نتانیاهو خواستار اون شده که گزینه نظامی و تحریم اقتصادی باشه، افزایش هم پیدا کنه. و آقای اوباما گفته است نه، همچین الا افزایش رو موافقت نکردم، ولی گفته برداشتن تحریم ها به این آسانی امکان پذیر نیست. و واقعا طول میگه چه جرم شد. آقای محمدی به این نکته حتما میرسیم. ما به اتفاق میریم به نظرها مختلف هستش که در مورد تحریم ها بسیاری از این کمپانی ها فروشنده های کالاهای مختلف از چینیش بگیری تا بقیه، اینا حتی زمان تحریم ها دور میزدن تحریم ها رو. یعنی همین که روشن بشه که مسئله اتمی ایران حل شد، درسته که روند اداریش ممکنه خیلی طول بکشه که این تحریم ها لغو بشه، ولی خب کمپانی از همین انگلیس بگیرید تا جاهای دیگه شروع میکنن صادر کردن. این نیستش که خب این فشاری که به جمهوری باشه، البته ببینید این فشاری که به جمهوری اسلامی میاد از سیس، اگر راه داشت که دور بزنه که در این یک سال اخیر این کارو کرده. نه منظور من اینه که بوی این بیاد که داره برنامه اتمی ایران حل میشه. خب یعنی حل شد، امروز گفتن آقا حل، دیگه وقت زیادی نخواهد گرفت که تحریم رو عملا حل شدنش که به اعتقاد من طولانی هست. چهار شرط رو گذاشتن برای اینکه توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% اینا انجام بدن، ذخیره اورانیوم 20% رو خارج بکنن، تولید پلوتونیوم رو
از تولید به اصطلاح فراوری تولید پلوتونیوم بگذارن کنار، فوردو رو هم به حال تعلیق دادن. این شرایط اینا درسته. فرض بکنیم که همین یک شبه اتفاق بیفته، که این خودش یک مسیر طولانی داره، چون باید بازرس ها برن ببینن و تا صداقت نباشه که نبینن که صادقان عمل میکنن کاری نکنن. حالا میرسیم به تحریم ها. دو گونه تحریم داریم. تحریم ها رو اجازه بدیم بعد بله. راجبش صحبت کنیم. سوال نخستین من این بود که بله. این صداهای مخالف تماس بله. و تلاش هایی که ظاهرن دولت روحانی انجام میده بله. این صداهای مخالف چی رو نشون میده؟ واقعا دو یک جناحی واقعا مخالفه، یعنی پاسداران نظامیان اونطور که معلوم میشه. چرا؟ سه چهار رو میشه شناسایی کرد. یکی این که یه عده واقعا از نظر عقیدتی بعد از 35 سال تبلیغ مداوم به این نتیجه رسیدن که آقا آمریکا جهانخوار است، شیطان بزرگ است، اعتقادی است. یه عده زیادی از سپاهیان و دستاندرکارانی که هستند از تحریم دارن بهره میبرن، یعنی همین تحریم ها باعث شده که بسیاری امتیازها به اینها داده بشه. ما نمونه مثلا آقای بابک زنجانی رو وقتی داریم که وزیر نفت میگوید 2 میلیارد دلار رو هنوز برنگردونده. 2 میلیارد 800 بوده، میگه 2 میلیاردش رو برنگردونده. برای چی دادن؟ برای اینکه تحریم ها رو دور بزنن. بعد میایم میبینیم برخی کشورها هم از عدم نزدیکی ایران به آمریکا خب بهره میبرن. اونم تردیدی توش نیست، اونم مثل یک مسئله دیگه است، مثل امارات، مثل بسیاری کشورها، ترکیه و واقعا همشون بهره بردن. بنابراین از این سه زاویه میشود باهاش مخالفت کرد. ولی به هر شکل اگر راه باز بشه برای روابط میان ایران و آمریکا، مسلما به اینجا متوقف نخواهد شد. هدف مراحل بعدی هست، هسته‌ای هست، حمایت از گروه های تروریستی و غیره هست تا برسه به حقوق بشر، که من فکر میکنم مجموعاً اگر این راه طی بشه به نفع همه جامعه خواهد. به اتفاق شما به واشنگتن میریم، سلام میگیم و خوش آمد آقای اردوان روزبه. سلام میگم و تبریک میگم به خاطر اینکه برنامه شما به صورت زنده شروع کرد به کار کردن. جناب محمدی عزیز و شما امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید. با سپاس از شما. و ما امیدواریم روزی رادیو کوچه تبدیل به تلویزیون کوچه بشه، هر تلویزیونی که در راه خبررسانی و درست عمل میکنه، همچنان که رادیو کوچه چنین کرده تا به حال، که اون بیش برای ما واقعا خوشحال کننده است. اردوان عزیز، تفسیر شما رو میشنویم درباره همین موضوع، صداهای مخالف علیه تماس تلفنی. بله، من پیشنهاد میکنم که برای ارزیابی این موضوع یه مقدار به این سمت بریم که صداهای مخالف رو بدون در نظر گرفتن آدمهاش و یا نفس گویندهش کنار هم بگذاریم. و در خیلی از موارد به نظر میرسه که جنس این صداها به شدت اشتراکات زیادی با هم دیگه داره. به نظر میاد وقتی که امروز جناب آقای نتانیاهو در نطقشون در سازمان ملل ادبیات و نوع بیانی رو که انتخاب میکنن دقیقاً در نقطه مقابلش در داخل جمهوری اسلامی و در داخل حاکمیت یک گروه مشابه همین ادبیات رو به کار میبرن. حالا در دوره آقای محمود احمدی نژاد که کاملا رسم بود و من فکر میکنم روزهای بسیار خوش حزب لیکود و مجموعه حاکمیت در اسرائیل بود، به جهت اینکه آقای احمدی نژاد دقیقاً همون کاری رو انجام میداد که اسرائیل نیاز داشت. امروز هم شما وقتی میبینید در مورد صدای مخالف، میبینید آدم‌هایی با دست مشترکی از منافع این طرز صحبت و این ادبیات در ارتباط با ایران و امریکا بیان میکنن. آقای نتانیاهو در سخنرانی امروزش، اگرچه که در یک جمله اول بسیار کوتاه، که البته من جست و گریختم داشتم این مصاحبه گفتگو پیامشون رو گوش میکردم و میدیدم، اگرچه در جای اشاره میکنن که بله ملت ایران و یهود ارتباط خوبی دارن، و اما بعد شروع میشه تمام اون حرفایی که زده میشه. واقعیت اینه که این امیر رو ما از جناب آقای سردار جعفری میشنویم و از برخی از آقایون دیگه که در داخل حاکمیت قرار دارن و نقطه مقابلش رو قرار میدن، از جمله کسانی که معتقد هستن که تماس تلفنی آقای روحانی تماس به جایی نبوده. از این طرف آقای نتانیاهو تهدید میکنه و حتی صحبت میکنه، در گزینه نظامی مطرح میشه مجدد. در گفتگو که در اتاق بیضوی در کاخ سفید با آقای اوباما ایشون داره،
تأکید میکنه به این قضیه که ایران رو باید در فشار باقی گذاشت. من فکر میکنم صداهای مخالف که این روزها از گوشه کنار جالبی هم شنیده میشه، مهمترین هدفی که دنبال میکنه منافعی است که زیر سوال میره. واقعیت اینه که ایران چه بخوایم چه نخواهیم به لحاظ جمعیت و به لحاظ گستره وسعت جغرافیایی و به لحاظ ژئوپلیتیک یک وزن بسیار پرقدرت در منطقه، و اگر چنین نبود واقعیت اینه که 30 سال گذشته خیلی پیشتر از اینا با همه این مخالفت‌ها این وزن باید حذف می‌شد. چه بخوایم چه نخواهیم این وزن رو داریم در منطقه می‌بینیم، و گروهی که امروز چه در داخل چه در بیرون با هر گونه تماسی مخالفت میکنن، من احساس میکنم اهداف مشترکی دارن که این اهداف قطعا با این ارتباط نزدیکتر زیر سوال خواهد. خب نکته همینه اردوان جان. ببینید آقای نتانیاهو که به هر حال از تندروان اسرائیل به حساب میاد در زمینه‌هایی، شما وجوه مشترکی با تندروهای ایران درشون میبینید. این حرف رو خیلی حتی در خود اسرائیل هم زده میشیم، و منافعی که اسرائیل داره یک منافع، یا دیدگاهی که اسرائیل داره یک دیدگاه. خیلی هم این نظر رو دارن که اسرائیل در قدرت اتمی ایران یا مسیر دستیابی احتمالی ایران به بمب اتمی اغراق میکنه اگه واقعیت هم داشته باشه، چون بهره میگیره برای نزدیکتر کردن عرب به اسرائیل یا مسائلش باشه. اون یه مساله دیگه ای داره. اگه صداها یکی هست مساله عموما مختلفه. مساله مخالفین به اصطلاح بهبود روابط ایران و آمریکا، مساله اونها در چی هست که با چنین تلاش‌های مخالف هستن؟ ببین عرض کردم اگر ما در داخل رو بخوایم در نظر بگیریم، مسئله رانت‌های اقتصادی و مالی مهمترین اتفاقه. فراموش نکنید پایه جهان چه در نوع مدل‌های سوسیالیستیش، چه در نوع مدل‌های کپیتالیستیش، و چه انواع مختلفی که ملغمه‌های نظیر مدل اقتصادی فعلی ایران هستش، از جمله چه میدونم طرح بانکداری اسلامی که مدل پیچیده است که حتی در داخل خود اون کشور هم کسی سر ازش در نمیاره، و یا مواردی از این نوع، از نوع اقتصادی که مبتنی بر اقتصاد اسلامی طراحی شده. واقعیتش این هستش که تمام اینها پایه ها و بنیان های اساسی تمام این فرایندی است که داره در جهان اتفاق میفته. ما اینو نباید فراموش بکنیم که بخشی از حذف حاکمیت قبلی در ایران و رژیم پادشاهی در ایران که آقای پهلوی آخرین پادشاه ایران بودن، بخشی از اون متوجه امروز با خیلی از مستندات متوجه همین نگرانی های اقتصادی، قیمت نفت، احاطه این کشور بر منطقه، تصمیم گیری در بخش اقتصاد و یا نفت در جهان، اینا همون نگرانی هاست که البته من معتقد نیستم که حتما انقلاب اسلامی توسط یادیه به قول اون داستان کار انگلیس هاست، ولی به هر صورت من مطمئنم که اونها دستی هم اگر رسانده باشن حتما خیر و برکتشون رو بردن از این قضیه. موضوع بر سر اقتصاده. ببینید اقتصاد رانتی اقتصادی بوده که همیشه موجه بوده در تمام طول سالهای گذشته. یعنی در کجا در دنیا شما میتونید پیدا کنید که دولتی پولش رو به حساب شخصی فردی در یک بانک خارجی بریزد؟ اصلا این غیر ممکنه، و این کار جزو تخلفات فراموش نشدنی در یک حاکمیت و یک نظامه. یک نظام اقتصادی بر این پایه اگر بنا بشه، تومارش در هم پیچیده است در هر کشوری. ولی شما میبینید که در دوره آقای احمدی نژاد ما میشنویم که به بهانه تحریم ها پول های بانکی به حساب فرد ریخته میشه، و به راحتی هم گفته میشه که مبلغی نمانده از این پول، و این پول همش قرار اینقدر مونده، و آدم های دیگری که پشت پرده هستن. اجازه بفرمایید من دیگه وارد بحث آدم های پشت پردهش نشم، چون به جهت اینکه بعدها خب شاید خیلی مسئله گسترده‌تر باشه از این قضیه، ولی واقعیت اینه که پشت پرده این دارا آدم های بسیاری هم که با عنوان معتمد، مورد اعتماد، با عنوان کسانی که میتونستن رابطه رو دور بزنن و چیزایی از این دست، که بنده تجربه های عینی و واقعیش رو در کشور مالزی به اینه دیدم که همین الان هم داره اتفاق میفته در بناظر آزاد در اون منطقه، در کره و خیلی جاهای دیگه. خب اگه شما فرض کنید که قرار باشد که جت هواپیمایی که قرار است آقای ریاست جمهوری ایران آقای روحانی پیشنهاد کرده است که از فرودگاه امام خمینی در تهران برود در فرودگاه جان اف کندی بنشیند، این هواپیما اولین چیزی که نیاز دارد به این که آیا میتواند برود بنشیند یا نه.
اگر ما بخوایم به این فکر بکنیم، نقطه پشتش میاد قرار میگیره که خیلی بزرگه. معناش این هستش که این هواپیما به این شرط بلند میشود که تحریما هست بشود، به این معناست که باید مستقیما از آمریکا تجهیزاتش خریداری بشه. و بعد شما فکر بکنید که کمپانی های کره دست دوم و سوم، کمپانی های دست دوم و سوم چک، نمیدونم رومانی، آلمانی، ترکیه‌ای مخصوصا و اماراتی، اینها قرار است به واسطه ایرانی هایی که میلیون ها دلار پول به خاطر فروش تجهیزات دست دوم و سوم تا الان به جیب زدن، در این اقتصاد چه نقشی بوده؟ سوال خیلی ساده. بسیار خوب. حتما نگران. امیدواریم روزی برخی از مسئولان جمهوری اسلامی دسترسی بهشون باشه در برابر دوربینی که در خانه میلیون ها ایرانی است و میلیون ها ایرانی با سوالاتی که در همین زمینه دارن پاسخگو باشن بدون هیچ سانسوری ما پخش خواهیم کرد. اما این خبر رو هم بدم که آقای دانی آیلون معاون پیشین وزارت خارجه اسرائیل یک توصیه به آقای نتانیاهو کرده که اینکه شما از آقای روحانی دعوت کنید برای اومدن به اسرائیل، این یک خبر بدون هیچ تفسیر، و آقای روحانی برای نشون دادن حسن نیتش در مورد صلح این دعوت رو خواهد پذیرفت یا خیر. اما آقای محمدی، آقای روزبی یک اشاره کردن به نظام پیش از ایران. بله. مسئله اقتصادی در نظام پیش از ایران، ایران دست کم تلاشش این بود که اگر قدرتی هست به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل، یعنی منطقه تبدیل به قدرت بشه، همونطور که ایشون هم اشاره کردن. خب مسئله اقتصاد بسیار مهمه و مهمترین مسئله منطقه مسئله نفت. این بود که اوپک بسیار قدرتمند شده بود. از طرق دیگه ایران پیمانهایی با همسایگان عمدش داشت مثل پاکستان و ترکیه. من پیمان عمران منطقه‌ای بود، اگر آرسیدی بود، آرسیدی یا همکاری شما فرمودید همکاری عمران منطقه‌ای بهش میگفتن، یه دانشکده‌ای هم داشت، ریجنال کوآپریشن تریتی. اونجا دو یک از دوستای من آقای بهمن فریدونی هم دانشجو اونجا بود. چون این بود، یعنی ایران عملکردش اوپک که عملا در عمل دیگه به یک شرکت نفتی یا یک نفتی تو 400 دستگاه یا محله دیگه تهران تبدیل شده، هیچ حضور نگرانی خاصی در میون همسایگانش وجود نداشت، هم با اسرائیل روابط داشت هم با عرب. درسته. الان ایران چنین نیست، یعنی ایران مایه نگرانی شده برای همسایگانش. برای همسایگان هم. این نگرانی خیلی معتقد هستن اعراب داره نزدیک میشن به اسرائیل و اعراب زیاد خوشایند نیست براشون، همچنان که اسرائیل ایران نزدیک بشه به آمریکا. این هم یک عامل بازدارنده است برای آمریکایی ها. این چون این نگرانی برای یک ایرانی که بالقوه قدرتمنده، آیا به سود مردم ایرانه؟ نگرانی در مورد همسایگان از ایران نگرانه، این نگرانی خب ببینید به سود مردم ایرانه که ایرانی به هر حال کشور قدرتمند بالقوه در منطقه، نه حکومت. تردیدی نیست که یک، یعنی ایران یک کشور قدرتمند منطقه هست و در زمان رژیم گذشته به لحاظ بازی های درست سیاسی که کرده بود، که با جنگ همه کاری نکرده بود، که به لحاظ بازی های سیاسی درست، محاسبات درست، واقعا به قدرت منطقه‌ای تبدیل شد و دشمنانش هم میگفتن جاندار به منطقه است، یا حتی دوستانش هم میگفتن. منتها اون منطقه رو هم میخواست بکشه بالا که خودش برتریتش رو نسبت به این منطقه داره و واقعا یک بلوک درست کنه. توجه داشته باشیم که اگر فرض بکنیم به عنوان مثال 10 سالی دیرتر اتفاق میافتاد و بعد از واقعی سقوط شوروی سابق بود، ایران میتونست قطب صنعتی منطقه باشه، قطب مالی منطقه باشه و یک موقعیت دیگری پیدا کنه. اما اینی که در مورد آمریکا میفرمایید و سوالی بود که با جناب روزبه مطرح کردین، خب باید توجه داشته باشیم که خیلی ها موافقن با این اقداماتی که آقای حسن روحانی انجام داده و به طور کلی نه آقای روحانی، با این چرخش 180 درجه‌ای حکومت که 100% آقای خامنه‌ای در واقع جوازشو داده، حالا
بحث میکنن که صلح امام حسن هست و ایشون هم در اون کتابی که ترجمه کرده صلح امام حسن رو بزرگترین نرمش قهرمانانه تاریخ میداند، که یعنی پشتش یه جنگ هست. اونجا هم میگه وقتی میخواین کشتی بگیرین باید بدونین که حریفتون کیه. غرض این است اونهایی هم که ببینیم بخش بزرگی الان از خود شخصیت های نظام موافق این مسئله هستن، نمایندگان مجلس، افرادی مثل آقای رفسنجانی، مثل ناطق نوری، مثل خاتمی و دیگران حمایت میکنن از این که رابطه با آمریکا برقرار بشه. اما بعضیاشون از سر ترس میدانند که اگر این مسئله آمریکا ستیزی را از ایران، از جمهوری اسلامی بگیره چی چیزی باقی نمیمونه. از روز اولی که آمدن تا به حال اگر جنگ شده گفتن از تقصیر آمریکاست، اگر قحطی شده تقصیر آمریکاست، اگر خودکار و مداد و نمیدونم لوازم تحریر ندارن تقصیر آمریکاست، اگر حجاب درست رعایت نمیشه تقصیر آمریکاست، اگر همین اخیرا ریختن باز دوباره بشقاب های ماهواره ایران جمع، اینا همش تقصیر آمریکاست. یعنی هر نقص و نکسی رو، هر ناکارآمدی رو منتقل کردن به آمریکا. حالا فرض بکنید بیان دو تا مسئله اساسی رو کنار بذارن، یکی مسئله هسته‌ای که سال‌هاست دارن میلیاردها دلار خرج میکنن بس کیسه ملت ایران و ملت ایران داره گرسنگیشو میکشه، یکی بیان اینو حلش بکنن، خیلی هم ساده بیان در اختیار قرار بدن که بنده باورم نمیشه به این سادگی انجام بشه، و بعد بیان تازه با شیطان بزرگ هم رابطه داشته باشن. خب میدانند، یعنی اونایی که مخالف این حرکت هستن میدانن که به همینجا منحصر نمیمونه. قدم بعدی این هستش که آقا از اون گروه های تروریستی منطقه که داره حمایت میکنه نباید حمایت بکنی، دخالت در سوریه نباید بشود، دخالت در عراق نباید بشود تا برسه به مسئله حقوق بشر. وقتی اینا رو جمهوری اسلامی انجام بده دیگه جمهوری اسلامی نیست، و من باورم نمیشود که جمهوری اسلامی بتواند اصلا شرایطی رو که حالا اگر پیش روش میذارن این رو برآورده بکنه. ممکنه چون این شرایطی هم نزنه، یعنی ممکنه مثلا فرض بفرمایید دلیلی نداره آقای اوباما، ببینین دلیلی نداره مشاورین که بیان شرایط ساده تری بذارن، یعنی همچین نمیتوانیم این دلیل داشته باشیم. چرا؟ ببینین واقعیت، خب واقعیت رو نمیتونیم فراموش کنیم، حرفایی که الان آقای اوباما زدن و آقای روحانی هر دو در مجمع عمومی زدن همون حرفایی است که سالها دارن میزنن هر دو طرف. اون تو آقای احمدی نژاد با اخم و تخم میگوید حق ماست و فلان، این حرفا معذرت میخوام غلطی نمیتونید بکنید. آقای روحانی اینو نرمتر میگه ولی بازم میگه حق ماست. و ضمناً این شرایطی که عرض میکنم باید اجرا کنه، اینو نمیتواند ایالات متحده عوضش کنه. تصمیمی است که در 5+1 گرفته شده، قبل از اون در شورای حکام گرفته شده و بخشش در شورای امنیت. نه من در مورد منطقه میگم، مثلا در میز مذاکره است. بله صحبت این هست، آمریکا میگه آقا به حکومت سوریه شما کمک نباید بکنید. بله. یکی از شرطهای ما. بله جواب میتونه این باشه که متحد ماست، مثل هر متحدی که شما داشتید و کمک نظامی کردین اینم متحد ما میشه، وضع کنونی ما کمک میکنیم، یعنی ادامه میدیم به این وضع. چرا این حقو نداره جمهوری اسلامی؟ حق داره، منتهای مراتب این کارو نخواهد کرد. ببینید همین الان یکی از مسائلی که موجب شد جمهوری اسلامی عقب نشینی بکند همون وضع سوریه است. خب دیدن که تا به مرحله جنگ هم کشید، منتها حالا راهی رو باز گذاشتن که اتفاقا به نظر من این خیلی هم بهتر از جنگه. بله. چون بدون جنگ میتونن سلاح‌های شیمیاییشون رو جمع‌آوری بکنن. خب همون تهدید نظامی، حالا جمهوری اسلامی میخواد ادامه بده به چیزش، به حمایتش، خب ادامه بده، وضعش از این بدتر خواهد شد و بعد تحریم‌ها شدیدتر خواهد شد. عرض می‌کنم فقط اجازه بده این جمله رو اضافه کنم. ببینید مسئله ای که الان جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نشسته است، از با لبخندم نشسته است، از سر ضعفه، اصلا تعارف نداره، از سر ضعف و ناتوانیه. آنقدر مسئله اقتصادی فشار آورده که ناگزیر هستن بتونن حل کنن. الان بودجه 1/12 دارن، حقوق مردم رو نمیتونن پرداخت بکنن، بنابراین از سر ضعفه. ولی در این حال بعضی از این سرداران سپاه میخوان بگوین ما از سر قدرت، آب اوباما التماس کرده. میدونم
خب این رو من در مورد سوریه بگم که مخالفان حکومت بشار اسد، مخالفان دموکراسی خواه سوریه گفتن که خطاب به اوباما و غرب که ما به خاطر اینکه بشار اسد سلاح شیمیایی داره آغاز به مخالفت و مبارزه نکردیم، که شما تمرکزتون رو گذاشتین روی سلاح شیمیایی بشار اسد. این حرفیست باز به عنوان یک خبر گفتم میگم خدمتتون اگر در جریان نبودین حتی چند بیننده ما. اما آقای محمدی میگن روی میز مذاکره از سر ضعف هست که نشسته از جمهوری اسلامی یا داره میشینه یا هرچی هست و تعارف هم نداره. داره یا نداره آقای اردوانی روز به عزیز؟ بعضی ها میگن داره. خدمت رو عرض کنم که من گاهی اوقات خودم فکر میکنم میگم که یه مقداری ما باید ببینیم که در مورد تحلیل کردن چجوری به موضوع میخوایم نگاه کنیم. ضمن کمال احترام به جناب محمدی عزیز میخوام بگم که فرض بر این بگذارید که رهبر جمهوری اسلامی تا الان میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، همه میگفتن عجب کله خریست. ببخشید با این صرارت میگم. اگر میگفتش که هیچ راهی برای بازگشت وجود ندارد میگفتن این ملت رو داره به گرداب میکشه. اگر امروز پالس هایی رو فرستاده و سعی کرده در این موقعیت قرار بده دولت رو که یک دولت در جمهوری اسلامی بعد از سالها شجاعت کنه بگه من نماینده تام الاختیار هستم، که اصلا همچین جمله‌ای در جمهوری اسلامی رسم نبوده و اصولا دولت کارگزاری بوده که فردا ممکن بوده نظر عوض بشه، خب این اتفاق افتاده. حالا ما میگیم خب دیدید در موضع ضعفه که داره این کار میکنه. من یه مقداری میخوام فکر بکنم که خب این میتونه یه ترکیب و ملغمی از همه اینها باشه. فراموش نکنید اقتصاد در ایران در بدترین وضعیت ممکنش قرار داره. آمارها و شاخصهای اقتصادی رشد منفی دارن. صندوق ذخیره ارزی ما پول به درد بخوری که ندارد بدهکارم هست. وضعیت معیشت مردم روز به روز سخت‌تر داره میشه. میزان کرایه، میزان هزینه‌های پایه مانند منزل و غیره و غیره روز به روز رو به افزایشه. درآمد کارمندان کاهش پیدا کرده. کارگران تا چندین ماه حقوقشون رو دریافت نکردن. به نظر من اگر کسی اندکی، فقط اندکی دلدادگی نسبت مردمش داشته باشه، من نمیخوام بگم حتما آدم کاری که کرده خیلی ایثارگونه این کارو کرده، میخوام بگم نسبت به شرایط اطرافش، یعنی فرض کنین هر آدمی در گستره خودش اگر تا 4 پله 5 پله بره بالا حدود 2000 نفر فامیل داره دیگه، اگر 5 6 پله بره بالاتر از نظر رابطه فامیلی و نسبتی، اگر به فکر همون 2000 تا فامیل خودش هم باشه، در نهایت به این فکر میرسه که اگر راهی وجود داشته باشه برای اصلاح و یا قدم میشه برداشت باید برداشته بشه. بسیار. اجازه بدید فکر بکنم تقریبا از همه ایناست. بسیار. یعنی فشارهای اقتصادی، فشارهای جهانی و از یه طرف دغدغه ها و نگرانی داخل نظام. بالاخره همه آدم ها در داخل نظام که دشمن مردم که نیستن، که یه دم بالاخره دارن سالهاست روی این قضیه کار میکنن، دارن فشار میارن و دارن این فضا رو پیش میبرن به این سمت که شاید گره‌گشایی بشه در این رابطه. آقای محمدی من البته اجازه بدید یه توضیح بدم. من هیچ ایرادی نگرفتم که این حرکت غلط است یا درست است. همونجوری که عرض کردم بسیاری هم در کنار این صداهای مخالف بسیاری هم صدای موافق داریم. عرض کردم، اشاره کردم که بسیاری از رجال نظام، شخصیت ها، مردم موافق این هستن. باز هم اشاره کردم که در نهایت به نفع جامعه ما خواهد بود. من فقط عرض کردم که این کار رو انجام نخواهند داد. کار بسیار سختی است و الا تردیدی نیست که آقای روحانی که آمده و به هر حال مکالمه کرده بعد از 35 سال گشایش بابه، یه صدی رو شکسته، هیچ تردیدی. اتفاقا اگر عرض میکنم با آمریکا رابطشون برقرار بشود به نفع مردم هست. اما مسئله اینه که من باورم نمیشود که حالا به قول ایشون درست دارم میگم یا حرکتی رو کردن باید تایید کرد، تاییدم میکنادم، ولی من باورم بر این استش که به اینجا متوقف نخواهد شد. و برخی از طرفداران نظام میگویند اگر بریم جلو تا آخرش باید بریم و اون موقع استش که موجودیتمون در خطر میفته، و الا بله درسته حرکت اگر بتونه پیش بره بسیار نافع خواهد بود. یعنی یک معنای دیگرش این است، درست است که فقط مسئله جمهوری اسلامی با ایالات متحده نیست، با بسیاری کشورهاست. یعنی شما خوشبین نیستید به موضوع؟ من خوشبین نیستم که جلو بره. به خاطر همینم ببینید الان آقای خامنه ای در دلایل در داخل من دنبالش هستم، بیرون شرایطو بده.
ببینید در داخل کنترل مردم، اولا عرض بکنم دو تا مسئله رو باید حل بکنن، یکی مسئله اتمی اول باید حل کنن، پاسخی به مردم ندارن بدن، و غرب هم در ببینین الان در موضع عرض میکنم ضعف این جمهوری اسلامی، غرب هم حساب میکنه که همونجوری که آقای اوباما میگه این تهدید و فشار و اینا باعث شده که عقب نشینی کنه، خب از این موقعیت استفاده خواهد کرد و شرایطشون هم عوض نکردن، همون چهار تا شرطه اومدن گفتن آقا ما مثل لیبی خوب. مثل ایران این پرونده اتمی و اینا هم هست، به مردم هم جواب داده میشه که بسیار مثل جام زهری که حالا اسمش هم جام زهر نیست، این نرمش قهرمانانه است. بسیار خوب، و حالا پس یک پاسخ بزرگ شماست خوب. مردم یه عرض میکنم پاسخ بزرگی باید به مردم بدن که آقای پولهای ما تو این سالها این همه رنج و فلان اونا سر جاش، از همین مقدمش هست مرگ بر آمریکا آیه قرآن نیست، خب بله روحانی شیعه بله. بلده بالاخره بله. بالای منبر چه بفرست، همینو جا انداختنش طولانی خواهد شد، و عرض میکنم خود این مسئله اتمی فقط مسئله آمریکا نیست، مسئله ببینید ایالات متحده در زمان آقای احمدی نژاد و در دوره آقای اوباما 4 قطعنامه رو برده شورای امنیت، به هر حال شورای امنیت تصویب کرده و در تمام اونا توقف غنی‌سازی اورانیوم، الان هم دست بالا رو داره، خب اینو خواهد خواست، این برای جمهوری اسلامی کار بسیار طاقت فرساییه، و مرحله دومش ایجاد ارتباط با آمریکا، اون هم چیزی نیست که به زودی به دست بیاد، و الا اگر این کار انجام بشه که خب خیلی هم خوبه، یعنی اون مسئله عمده در واقع مسئله اتمی است، مگر رابطه با آمریکا 90% کشورهای روی این کره زمین با آمریکا رابطه دارن اون... ولی نه اینکه جمهوری اسلامی از ابتدای کار تمام اعتبارش رو گذاشته روی این مسئله که ما با آمریکا، چون به هر حال خواسته یک نقشی رو بازی کنه در منطقه که من فقط مخالف آمریکا هم و با همه متحدانش دشمنم و من مخالف اسرائیل هستم، از همه پیشروتر هستم، خب تمام این سیاست رو باید عوض کنه، این طولانی خواهد شد. اون بحث دومی است که راجع به روابط ایران آمریکا حتما بهش میرسیم، اما اردوان عزیز آقای محمدی میگن اقدام پسندیده ایست اما خوشبین نیستن که به نتیجه و عملی بشه، دلایل خوشبین نبودنشون رو گفتن، خوشبینی شما دلایلش رو میشنویم که در حال اقدامی به سود مردم، سفره مردم، زندگی مردم باشه همه خوشحال خواهند بود و امیدوارن که انجام بشه، دلایل خوشبینی شما رو میشنویم. خواهش میکنم، عرض بکنم به خدمتون که من فکر میکنم برخلاف اینکه در بسیاری از موارد و در سیاست ها تصور ما از جمهوری اسلامی تصور مجموعه دولت بیکله و مجموعه کمهوشی است، من فکر میکنم بخشی از ماندگاری جمهوری اسلامی همین هوشمندیش بوده، حالا به دلایل مختلفی که من نمیخوام دیگه وارد بشم که در نقطه مقابلش اپوزیسیون چجوری عمل کرده، ولی به طور کلی میخوام بگم که نمیشود همه چیز رو خیلی دست کم گرفت، خیلی به نظرم میاد که ما با موضوع ساده برخورد کردیم، اگه تصور بکنیم امروز آقای روحانی روز انتخابات ریاست جمهوری که تمام شده است رفته است پیش رهبر جمهوری اسلامی و بهشون پیشنهاد کرده آقا وضع مردم خرابه، ما در نگرانی هستیم، مثلا حاکمیت زیر سواله، لطفاً شما اجازه بدین، ایشون هم میگه آقا من اجازه دادم فردا صبح آقا برید نرمش قهرمانانه بکنید. ببینید من بعید میدونم و به جهت این قضیه من اعتقاد دارم که بسیاری از تحلیل ها و بسیاری بررسی ها و بسیاری از گزینه ها و اشکال مختلف به صورت مدل حتی اجرا شده، بررسی شده و به نتیجه رسیده و باور اینها بر این بوده که این کار باید اتفاق بیفته و داره میره جلو. فراموش نکنید رهبر جمهوری اسلامی گرانترین هزینه‌اش رو داره در زندگیش میده به لحاظ اعتبار و جایگاهی که در نیروهای طرفدار خودش داشته. همان اتفاقی در مورد رهبر پیشین جمهوری اسلامی یعنی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران آیت الله خمینی اتفاق افتاد. آیت الله خمینی با تعبیر اینکه بسیار این فرد فردی بود که قدرت داشت و در واقع شخصیت رهبری داشت اصلا که قابل قیاس با آقای خامنه‌ای هم نبود، اما همین شخصیت توانمند و شخصیتی که به هر حال گروه بسیار زیادی حاضر بود حتی جانشون رو فداش بکنن بعد از قطعنامه 598 در چنان محاقی افتاد که در نهایت بر صورتی خیلی ها معتقد هستن که اون فشارهای روحی و اون شرایط باعث این شد که ایشون سال بعدش از دنیا رفت. اردوان عزیز اجازه بدید من همینجا یک نکته رو اگر اجازه بدید من باید همینجا چون ادامه میدید روی همین منطقه
این رو هم یه درنگی روش بکنیم. ببینید خب خیلی ها معتقد هستن که آقای خمینی زمان آیت الله خمینی و اکنون فرق میکنه. در زمان آیت الله خمینی ایشون همچنان مشروعیت انقلاب برگرفته از انقلاب رو داشت، به اضافه اینکه حرف اول و آخر رو میزد، دولت کاری نبود، سپاهیان کاری نبودن، یک شخص در مملکت همه تصمیم ها رو احتمالا با مشورت بله، ولی کسی مخالف اون حرف بزنه وجود نداشت. الان چرا مخالف آقای خامنه ای ممکنه که تلویحاً یا صراحتاً صحبت نشه، ولی خب تلویحاً گفته میشه، گفته شده که در سیاست دخالت نکنید. پاسداران الان به یک نیرو تبدیل شدن که در زمان آقای خمینی تعیین کننده نبودن به این شکلی که امروز هست. بفرمایید. خواهش میکنم. اگرچه من عرض کردم اتوریتی که آیت الله خمینی داشت قطعا آیت الله خمینی نداشته و اینو همه هم معتقدم میشه. و اصلا دلیل انتخاب آیت الله خمینی به نظر من عدم اتوریته بوده و این شاید اون ظرافتی بود در زمان انتخاب ایشون به دنبالش یه سری گزینه‌ها همین بود که ایشون اتوریته رو نداشته باشن، چون در اون جایگاه بسیار چیز خطرناکی بود. اما به هر صورت فرض برای مثلا رهبر جمهوری اسلامی در طول این سالها یه اعتباری رو تعریف کرده برای خودش و این اعتبار رو زیر سوال برده، یعنی با این نرمش قهرمانانه تازه با عنوان قهرمانانه و زیر دوخم گرفتن و این جور داستانا و حمله دوباره و که من پشتش واقعا نمیبینم خیلی از این مسائل رو، به خاطر اینکه شما باید بالاخره یه چیزی داشته باشید در مقابل نمیدونم هواپیمای رادار گریز چه در روی ناوی که داره میاد و 140 تا هواپیماش تمام نیرو هوایی شما یک دوم اونم نمیشه. به هر حال این آدم اگر عاقل باشه اینا رو درک میکنه اندکی حتی، ولی میخوام بهتون بگم با تمام نداشتن ها ایشون اومده با تمام قد ایستاده و با همین عنوان نرمش قهرمانه در واقع به نوعی وارد این بازی شده. استنباط من اینه که اگر تدابیر لازم برای ادامه این موضوع سنجیده نشده بود قطعا این کارو نمیکردن، چون ریسک این که شما بپذیرید یک موضع شکست خورده در یک مذاکره داشته باشین به مراتب بیشتر از اینکه شما یک شکست خورده در یک جنگ نابرابر باشید. خب ببینید این اظهار اطمینان و شما این رو مثلا میشه یک جوری پذیرفت که بله لابد نشستن فکرشو کردن و این گام به گام حساب کردن. حالا اون هوشمندی رو من از شما خواهم پرسید که هوشمندی یکی از دلایل ماندگاری اشاره کردی که هوشمندی هست، اون هوشمندی رو میپرسیم که هوشمندی است که به سود مردم هست یا نه این هوشمندی ناچاره که شکنجه و زندان و بگیر و ببند و اعدام و همیشه دنبال کنه عصای دست این هوشمندی است، اون یه بحث دیگه است بهش میپردازیم. شما اشاره میکنید به این که بله قطعا آدمای از نظر شما هوشمندن، نشستن حساب کتاب کردن گام‌های بعدی رو چجوری بردارن، اما اطلاعات دقیقی آیا دارید؟ می‌فرمایید اگه دارید که حتما خواهیم گفت، اما اگر ندارید نشونه‌های بیرونی شما جستجو داریم می‌کنیم. میگیم که در زمان آیت الله خمینی نیست، زمانی که آیت الله خمینی میگفتن که آقا جنگ ادامه پیدا می‌کنه تا ابد، تا پیروزی، تا رسیدن به قدس. یک روزی هم اومدن بدون مقدمه چینی چند هفته ای چند روزه تا اومدن گفتن من جام زهر می نوشم و جنگم تموم، از فردام کسی حق نداشت حتی در نظام از کوچیک و بزرگ مردم که دیگه هیچ بگن آقا پس چرا جنگو تموم کردید، چرا این همه ادامه دادید، چرا اون قطعنامه قبلی پیشنهاد عرب 68 میلیارد دلار رو نپذیرفتید به عنوان خسارت، هیچ کسی این حرفو نمیتونست بزنه. الان اما زده میشه، حرف بر سر اینه، پرسش اینجاست که در یک همچین وضعیتی هر نوع سیاستی هست نشوندنده نشانه های امیدوار کننده برای پیش برد این اسمشو بذاریم امر خیر، برای پیش برد این امر خیر دنبال 3-4 نشونه میگردیم که چجوریست. آقای اردوان عزیز خواهش میکنم، من فکر میکنم که برخی از این نشانه کاملا بارزه. ببینید یه سری چیزهایی داره اتفاق میفته در اون کشور که اصلا تقریبا غیر ممکن بوده. مسئله این که نیروهای بنیادگرا و نیروهای تندرویی که در داخل ایران حاضر بودن حتی در برابر اینها کوچکترین
حرکتی به سمت آمریکا یک جور خیانت و یک جور کفر ورزیدن بوده به اون نظام الهی. شما در اون نظام میبینید رئیس جمهوریش در یک گفتگوی تلفنی قرار میگیره، بعد اون آقا به این میگه خداحافظ، اون به اون میگه فلان، و کلی حالا ممکن به قول بعضی از طنز پردازا دل و قلبه هایی که پشت تلفن داده میشه. اینها خودش مجموعه از نشانه است. اون برش هم نشانه است که یه عده میگن که آقا بیخود کرده این کارو کرده، یه عده میگه آقا جعفری مثلا میگه این یه اشتباه بوده. اینا هست. من به این به شدت اعتقاد دارم. ببینید، موضوع برسر این هستش که آقای جعفری و مجموعه مشابه آقای جعفری دولتی در داخل حکومت دولت بودن برای خودشون، مخصوصا در سالهای اخیر. ضعف توانمندی اداره کشور توسط آیت الله خامنه ای به اون معنا، چون در تعریف رهبری به نوعی اداره کشور تعریف شده است، من موافق نیستم که اصلا یه آدم در اون جایگاه کشور رو قرار باشه اداره کنه. کشور داره سه قوه مشخصه و اداره کننده کشور اونها هستن، در بخش حقوقی، در بخش قانونگذاری و در بخش اجرا. اما در کشوری که مبنا تعیین کنندش همون رهبری بوده، این رهبری چون من معتقد هستم به هیچ وجه اون توانایی لازم رو از خودش نتونسته نشون بده، به نوعی توسط گروه های مشخصی در جلو و صفه و در واقع جبهه این قضیه قرار گرفته، در پشتش یه گروه خودشون یه فرآیندی رو ساختن، تشکیل دولت های در دولت ها. نباید ما نقش خیلی از آدم ها رو فراموش کنیم در این دولت ها. امثال آقای گلپایگانی در دفتر آقای خامنه‌ای خودشون یک فرد تصمیم گیرنده و بسیاری از موارد بنابر آنچه که آدم میشنوه و حتی به جای ایشان تصمیم گیرند یا کنترل کننده یا هدایت کننده. اتفاقا هم بس مثلا همینه، چون دولت در دولت بله. هست، در دولت هست آقای خامنه‌ای هست، بقیه هستن. درست صحبت همینجاست. در همین شرایطی آقای محمدی، ببینید جناب روز به از هوشمندی میگن، حالا من میرسم که اصلا کجا رو من نمیفهمم، شاید من در کم یا خود کمه. البته آقایان هوشمندن در حفظ حکومت خودشون، نه با عمل درست. اینو ما نمیتونیم بگیم چون 34 سال بر سر پان پس هوشمندی دارن، نه به زور سرکوب میتونن. واسه من نمونه بدم خدمتتون و خدمت جناب روزبه. ببینید ما جوری صحبت میکنیم که الان ایشون میگویند همه این مسائل تدبیر شده، محاسبه شده، اینی که رفتن با آمریکا نزدیک بشوند، اینی که رفتن مسئله هسته‌ای رو حل بکنن، حتما حساباشو کردن. بنده نمونه های مختلفی رو میدم. خود ایشون البته اشاره کردن دولت در دولت هم بله وجود هست. داره بند. نه حالا میگوییم که کار، چون به نتیجه کار به هر حال امیدواریم که سودمند است به حال جامعه، میگیم که خب حالا امیدوار باشه. اولا ممکن است تاکتیک باشه، حالا یه بحث دیگه است که از این مرحله وقتی رد بشن باز دوباره عوض بشه. تا شما نگاه بکنید چه جوریه خود همین مسئله که یک سیاستی بوده است که مرگ بر آمریکا، حالا به این نتیجه رسیدن که نه حالا باید اینو عقب نشینی کنیم مسئله اتمی رو، پس به این نتیجه رسیدن که غلط بوده دیگه. همون هوشمندایی که اینا تدبیر کرده بودن لابد در این مسائل عقب نشینی. بعد میایم میبینیم که دوره آقای خاتمی میاد، پس باید ببینیم بابا خیلی هوشمندن اینا، رفتن اصلاح طلبا رو آوردن، ولی همینا اومدن باز دوباره 180 درجه عوض شد، آقای احمدی نژاد آوردن، وضعشون که خرابتر شد آقای روحانی رو آوردن. پس هر روز در حال عوض کردنن. نمیتوانیم بگوییم به واسطه این که تدبیر دارن، به واسطه این که خیلی محاسبه شده عمل میکنن، نه دائم دارن عوض میکنن. رابطه با کشورها رو ببینید، در منطقه در زمان آقای رفسنجانی روحانی خاتمی تلاش کردن این رابطه رو رابطه دوستانش بکنن، ترمیم بشود، ولی دیدیم که نشد، وسط راه مجبور شدن برگردن. با اروپا همینطور قطعای زنجیره‌ای رو انجام میدادن، روزی تن به اون اصلاحات و دوم خرداد دادن که دادگاه میکروس حکمش صادر شد، بسیاری از سرار نظام رو محکوم کرد و تحت تعقیب قرار داد. بنابراین اونجوری نیست که همش محاسبه شده باشه. ضمن این که با سابقه ای که از جمهوری اسلامی آدم در دست داره، میبینیم که پشتکو بارو زیاد زده. یعنی همین الان وقتی که از این گیر خلاص بشه، از مسئله سوریه و از مسئله این اتمی و فشارهای اقتصادی خلاص بشه، به محض اینکه نفسی بکشه باز ذخیره رو اونجا نگه داشته، یه سری مرگ بر آمریکا بگو هم اونجا نگه داشته. بحث کردم خدمتتون، بله موافقان حرکت خیلی بیشترن، ولی نمیشود گفت همه این حرکات با محاسبه انجام شده. برای همین بنده عرض میکنم از سر ضعف ناچار شده. طرف میگه آقای
اوباما گفته استش که ما رژیم را نمیخواهیم عوض کنیم. بعد اون یکی گفته نه زورشون نمیرسه عوض کنن. آقا هیچ رهبر دنیا که نمیاد بگه من بخوام رژیم را عوض کنم. ضمن این که اصلا قرار نیست رژیم عوض کنه. اون یه به داستان دیگه است. اما اینا رو یه تفسیرهای دیگری در میچینن برای داخل ایران که آقا زورش نمیرسد عوض کنند و الا ما رو عوض میکرد. یعنی هنوز اینا دشمنی با آمریکا رو همین اخیراً گفته سردار سپاه که اینا فریب است و آمریکا میخواد ما رو گول بزنه، اونا دارن ما رو نمیدونم از لبخند ما استفاده میکنن از این بحثات. آقای روزبه، در خلال صحبتاشون آقای محمدی اشاره کردن که این تجربه هم در گذشته از دولت آقای خاتمی ظاهراً با حسن نیت خواستار اصلاحاتی بوده، ظاهراً خواستار بهبود روابط ایران و همسایگانش بوده، همچنان که گفته میشه دولت پیش از ایشون آقای رفسنجانی و همینطور بهبود روابط با غرب، اما به اون نتایج نرسید هیچ. پس از آقای خاتمی 8 سال آقای احمدی نژاد هست. بنابراین تلویحاً دلایل نومیدی ایشون یا خوشبین نبودنشون این هستش که شنیدید، یعنی ممکنه چرخش های 180 درجه ای باشه. چه دلایلی هست که این بار چنین نشه؟ من یه تعبیر کمی متفاوت تر نسبت به این جریان دارم. آقای محمدی عزیز اشاره کردن به اینکه این رویکردهای نظام که داره تغییر میکنه، یعنی در یک جای فلانی بر سر کار میاد و در یک جای فلانی بر. من اصلا راستش من به این ور قضیه یه جور دیگه نگاه میکنم. ببینید، تقابل دیدگاه ها و تقابل نگاه های سیاسی و نهله های سیاسی و اردوگاه های سیاسی در بلوک قدرت در ایران در یک جایی باعث این تغییرات شده. من یه مقداری میخوام به این قضیه به این منظر نگاه کنم که اگر در یک جایی آقای خاتمی میاد، این تغییر روی کرده نظام به نظر من نبوده. این تغییر در واقع در بلوک قدرت و تقابل بین دیدگاه سیاسی و نهلهای سیاسی بوده که غلبه اصلاح طلبان در آن دوره پس از یه سری فشارهایی که وارد جامعه میشه و اون پتانسیلی که جامعه برای این تغییر داره قدرت پیدا میکنه و اینها به شکلی شکل پیدا میکنه که آقای سید محمد خاتمی بر سر کار میاد. اگر همین تعبیر رو داشته باشیم، من به این موضوع اینجوری نگاه میکنم که بعد از آقای خاتمی و دو دوره حاکمیت ریاست جمهوریشون در ایران، کاملا مخصوصا در سخنرانی آخر ایشون در مناسبت اگر اشتباه نکنم 16 آذر هستش در دانشگاه، کاملا میبینید که نیروهای دانشجویشون پرخاش میکنن، ایشون بهشون توهین میشه و حتی ایشون تهدید میکنن که آقا من سخنرانی نمیکنم و میرم. این همان کسی است که گروهای دانشجویی پشتش قرار میگیرن در سال 76 وقتی وارد میخواد بازی سیاسی کشور بشه. ببینید، این به نظر من تغییر در بلوک قدرته. یه مقدار به این موضوع اینجوری باید نگاه کنیم. خب همین نکته همینجا است. اجازه میفرمایید آقای اردمان، ببین اون چیزی که شما میفرمایید تعبیر نمیشه ازش کرد که ممکنه در یه جامعه احزابی وجود داشته باشن به شکل حزب کارگر، لیبرال، هر چی که هست، دموکرات، جمهوری خواه، یک زمانی جامعه ابراز تمایل به یک حزب میکنه، با یک سیاست دیگه ای میاد، یه زمانی به یه حزب دیگه. ولی اتفاقا سوال در مورد حکومت ایران همینه. خود شما وقتی میفرمایید که بلوک قدرت، بس بر سر اینه که خیلی خوب، یک حکومتی که از چندین بلوک تشکیل شده، بلوک های مختلف یا قطعه های مختلف یا جناهای مختلف تشکیل شده، تعبیر من از حرف آقای محمدی اینه که هر از زمانی که نیاز داشته باشه یک جناح مشخصش میذاره سر کار. این اتفاقا خطر شاید در همینه که یک حکومت یک پارچه نیست. حتی برخی از خود شما بعضی وقتا اشاره کردین که یک حکومت یک پارچه نیست، حتی دیکتاتوری. این اون زمان آقای خمینی که بالاخره یک بلوک یا یک جناح بیشتر وجود نداشت در ترکیب دهنده قدرت. این خطر، آیا این حسن این چیه؟ این اتفاقا تایید حرف آقای محمدی است. بله، نه 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 نه، ببینید، من میخوام به موضوع بگم یه خود واقع بینانه باید نگاه بکنم. من تصورم این هستش که اگر ما بگیم این مهره چینی همه از نایی یک فرد است، ما داریم دور باطل میزنیم. من اعتقاد دارم نه، ببینید، اجازه بدین ایشون ببینیم این گفت. من اصلا بحثم این نیست که این مهره چینی برای یک فرد باشه، یعنی مهره چینی یک فرده. به هر حال جمع میشن، شورای مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن یا هر چی دارن،
هر روز یه بازی رو به صحنه آوردن. من دارم میگویم اگر اونجوری بود که جناب روزبه میگویند که بله خب مردم آمدن خواستن اصلاحات رو خواستن رأی دادن، خب باید ادامه میدادن، مردم که عوض نشدن که. چه اتفاقا شدن؟ من نظرم نه نه ببینین مردم دیگه، همون مردم در زمان آقای احمدی نژاد که عوض نشدن، همون مردم بودن، دنبال دموکراسی هستن، دنبال آزادی هستن. بله منم میدونم خیلی چیز از مسائل و شرایط دیکته میکنه، ولی جمهوری اسلامی در نهایت مسئلهش حفظ قدرت خودش هست، به اضافه این که بازی های متناقض و متضاد زیاد تا حالا انجام داده. نمیتونیم به حساب هوشمندی، اگر به معنای کامل تدبیر و هوشمندی رو در نظر بگیریم، بعد از 35 سال باید زندگی مردم الان این نمیبود. بنابراین تدبیر اونجوری ندارن، اگرم تدبیری دارن، هوشمندی دارن، استفاده از سرکوب و پول و زور و از هر جوری است برای اینکه خودشونو حفظ بکنن و در این حال اون هدف بعدی رو هم که در منطقه بخوان قدرت بشن، که قدرت اول اسلامی بشن و حتی خلافت اسلامی رو برقرار بکنن، دنبال اون هستن. حالا هر چقدر طول هنوز بکشه. هنوز هم هستن، هر چقدر طول بکشه. آقای منتها ببینین میآید میگوید یه روز اجازه بده میآید میگوید یه روز صلح امام حسن، و خودشون دارن میگن پوشش هم جنگ امام حسین رو داری، فردا جنگ امام حسین زورشون برسه خواهد بود. ببینه خیلی ساده است، منتها الان واقعا در مخمصه گیر کردن. شما به من بگویید واقعا آیا می توانیم باور کنیم که نظام جمهوری اسلامی هیچ فشاری بهش نیومده، اصلا از این تهدیدها و اینا میش باکی نداره؟ ایشون گفتن چرا، بخشی از این تصمیمات ناشی از اون فشار هاست. ناشی از اون فشار هست آقای روزبه مرفشون و غیر این دیگه هوشمندی نیست، این عقب نشینی. نه نه تعبیر هوشمندی رو خودشون خواهند گفت. آقای روز به دو دقیقه وقت دارید. خواهش میکنم از این دو دقیقه هم استفاده میکنم این نکته خدمت شما کنم. اول از اینکه من تایید نمیکنم که نظام جمهوری اسلامی هر کاری که تا الان کرده کار درستی بوده. اساسا اگه کار درستی تا الان انجام داده بود، بنده در واشنگتن دی سی نشسته بودم به عنوان روزنامه‌نگار، نه کسی که مبارزه میکنه با جمهوری اسلامی. البته ما بیش از 30 سال ترک وطن نمیکردیم و نسل ما. من میخوام بگم که بنده چون در ساحتی نیستم که جسارت بکنم و بخوام از نوعی دوستان و بزرگوار صحبت کنم، در اندازه خودم هستم. به هر حال از روز اولش بودن کسایی که بودن در اینجا. بفهمید خطاهای جمهوری اسلامی خطاهای بزرگی است و من معتقد هستم که این خطا رو هیچ وقت نباید لاپوشی کرد. اگر حتی گروهی هم بعد میآیند و اصلاحاتی انجام میشه و روی مثبت به وجود خواهد آمد، به نظر من اون اشتباهی که در گذشته خیلی‌ها کردن نباید انجام داد. یعنی پاک کردن صورت مسئله کار منطقی نیست. میدونید من فکر میکنم که یکی از مسائل مهمی که وجود داشت اینه که ما همیشه در کشورمون وقتی که میخوام با یک مسئله برخورد بکنیم، صورت مسئله رو پاک میکنیم. امیدوار باشیم این بار کسانی که میان، به هر حال من توییت های آقای ظریف رو نگاه میکنم، آقای روحانی رو نگاه میکنم، آقای زنگنه رو نگاه میکنم، بقیه اعضای دولت رو میبینم که روی گشاده دستی میکنن. آقای عزیز چون وقت کمه، من فقط همین توضیح جمع بندی بخوام بکنیم. ببینید هم شما هم آقای محمدی گرامی که عرض کنم خدمتون، این حرف رو اگه تایید نمی کنیم به من خواهیم گفت، هر دو امیدوار هستین، آرزو می کنید که این گام یا حرفای ظاهری که زده میشه عملی بشه. اون چه که این وسط چون به سود مردم هست، به سود کشور هست، به سود همه. فرق فقط در اینه که شما اشاره می کنید آقای ظریف این حرف رو زد، این ایجاد امیدواری می کنه، خوشبینی می کنه. آقای محمدی بدبینه، میگه که در گذشتم چون این صحبتهایی شده بود و بعد دیدیم یک مرتبه موج به طرف جای دیگه رفت. حرف جنبندی نهایی این هستش. یک دقیقه بفرم. خواهش میکنم، من یک دقیقه ماندم و با این تعبیر میرم جلو. اگرچه که من معتقدم که چه خوبه که ما دو نظر به این چنین با هم داشته باشیم و این کمک میکنه برای اینکه این موضوع همیشه باز بمونه پروندهش. نه من به تنهایی ممکنه نظرم بتونه راهگشا باشه، البته اگر باشه، و یا به تنهایی نظر مخالف با این در کنارم قرار گرفتنش همیشه این پرونده رو باز میذاره برای نقد کردن، اشتباهات رو بررسی کردن و دوباره حرف زدن. اما اجازه بدین در این چند ثانیه باقی مانده آخرم این تعبیر رو بکنم و این حرفو بزنم که ما همه خوشبین هستیم که روزهایی در پیش روی باشد که ایرانی‌ها بتوانند با عزت و با شرافت و با اخلاق در زندگیشون بتونن ادامه حیات
و ما هممون در کنار همدیگه روزی بتوانیم اگر نقدی داریم، اگر نظری داریم، اگر حرفی داریم، بدون جنجال، بدون اتهام، بدون ترس حرفمونو بزنیم و کارمون. این امیدوارم این آرزوی تمام ایرانی هاست که به ایران و مردم ایران میاندیشن. اما آقای محمدی حرف تمام بر سر این هست که این آرزو با این دولت عملی خواهد شد. کمتر از یک دقیقه بعد 20 ثانیه وقت داریم. امیدوارم که واقعا بتوانیم به اون رفاهی که آقای روزبه میگن برسیم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاس از اردوان روزبه عزیز در واشنگتن و با سپاس از آقای ناصر محمدی گرامی، دو نسل مختلف روزنامه‌نگار در کشور که هر دو آرزو دارن که آرزوی خیر برای ایران و مردم ایران، پرسش اینه با این حکومت و این نظام شدنیست؟ هزار امیدواری کردن نایبان. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و الوند، کوکو، ساران دراک در فاس، و رامانات در کردستان و آسماری در سرزمین بختیار. روزگارتان خوش، تنتان سالم، شادیتان آسوده.